اما گرادیان کاهشی یا گرادیان نزولی یا گرادیان دیسنتر گرادیان دیسنت میگه که شما هر پارامتری رو که میخواین تغییر بدین یعنی هر پارامتری مثل هر تتایی میخواین تغییر بدین این میشه مقدار قبلی این پارامتر پارامتر تبدیل میشه به مقدار قبلی این پارامتر به اضافه دلتا دلتا تتایی در واقع اگر اینو کامل بخوام بنویسیم این میشه تتا برای تکرار بعدی میشه برابر با تتایی که الان داریم به اضافه دلتا تتایی که این دلتا تتا کلیت صحبت گرادیان کاهشی اینه که این دلتا تتا از این رابطه به دست میاد منفی آلفا در روند تابع هزینه به اون روند اون تتام اولا چرا در واقع روند گرفتیم چون در واقع مشتق چون تتامون تنها الان من یه تتا گذاشتم تتا سه تتا یک تتاهای مختلف خواهیم داشت بنابراین در واقع اگر یه تتا داشتیم میگفتیم دی جی به دی تتا چون چند متغیره است پس رون میذاریم این آلفا چیه؟ به آلفا میگن نرخ آموزش لرنینگ ریت یا نرخ آموزش مفهوم گرادیان نزولی رو به صورت شهودی چرا گرادیان نزولی درست کار میکنه رو براتون در واقع به صورت شهودی میخوام نشون بدم اگر تابع هزینه رو ما در واقع تاب... چون تابع هزینه یه تابع هزینه کوادراتیک بود توان دو بود دیگه چون در واقع پارامتر همون به صورت خطی ظاهر میشود با یه عددی حساب میکردیم اینو به توان دو میرسونیم پس اگر بر حسب فرض کنیم یه تتا وجود داشته باشه و حسب اون تتا در نظر بگیریم بخواد بر حسب تتا در واقع ترسیم بشه یه اینجور حالتی خواهد داشت در واقع جیمون رو بر حسب تتا بخوایم رسم کنیم جیمون اینجور حالتی خواهد داشت منحنی سهمویه معلومه چرا سهمویه چون توان دو ظاهر میشه دیگه توی عبارتی که داریم تتا همون به صورت توان ظاهر میشه فرض کنید اگه یه تتا داشتیم به این صورت بود اگر تتا همون در واقع مثل لینیر رگلشن تک متغیره که گفتیم تتا صفت و تتا یک داریم باید یک در واقع یک منحنی سهموی داشته باشیم و تو ابعاد بالا به این صورت سه تا نقطه رو توی این نموداره در نظر بگیم ما دنبال چی هستیم توی این نمودار؟ ما دنبال این هستیم که تتایی رو پیدا کنیم که این تابع هزینه اون کمینه بشه کمینه تا و کجاست این نقطه است ای در واقع ما دنبال پیدا کردن این تتایی خب فرض کنید که ما تو در واقع سه تا نقطه در نظر بگیریم روی این شکل در واقع نقطه A نقطه B نقطه C هر کدوم از این نقطه های تتایی رو به ما نشون میدن دیگه یعنی فرض کنید که الان تو این تتاییم. تتایی این تتایی C اینجا مثلا تتاای B این هم تتایی نقطه A در واقع ما وقتی این نقطه قرار داریم یعنی خطامون تا به هزینهمون مقدارش بالاست میخوایم مقدار تا هزینه رو کمتر بکنیم طوری که بیایم به این نقطه برسیم یا وقتی که این توی نقطه A هستیم میخوایم تتامون رو طوری تغییر بدیم که بیایم به این نقطه برسیم در نتیجه تا به هزینهمون به کمترین حالت ممکنش برسه میخوام خب شهودی بهتون نشون بدم که چرا این روش به صورت شهودی داره درست کار میکنه توی این نقطه فرسونی تو A قرار داریم روند J به روند تتا یا دی جی به دی تتا از لحاظ ریاضیاتی یعنی مشت به شیب این خط مماسمون شیب این خط مماسمون توی نقطه ایج یک شیب مثبته. در نتیجه این عبارتی که اینجا داریم در واقع دلتا تتا مون تو نقطه دلتا تتا مون تو نقطه ای منهای آلفا در روند جیب به روند تتا در نظر بگیریم این که عبارت یک عبارت مثبت شیب مثبت خب آلفا یا لرنینگ ریت یک عدد مثبت کوچیکه معمولا در حد صدوم هزارومه آلفا یک عدد مثبت کوچیکه ولی حتما عدد مثبت این مثبت این مثبت حاصل این قسمت میشه مثبت عدد این منفی که وجود داره باعث میشه که دلتا تتامون توی نقطه یک عدد منفی بشه تتامون اینجا قرار داشت تتامون خب یک مقدار مثبتی که تو اینجا قرار داره تتای جدیدمون میشه تتای بس... که داریم به اضافه دلتا تتا دلتا تتامون هم که گفتیم یک عبارت منفیه یعنی از اون عبارتی که داریم یه چیزی داره یه مقداری داره کم میشه بنابراین چون مقدار کم میشه داره این رو به این جهت هدایت میکنه پس بنابراین به صورت شهودی قابل درکه که این داره درست رفتار میکنه دیگه در واقع تو این تتایی که این قرار داره اینو حل میده به سمت تتای بهینه اگر تو نقطه سی قرار داشته باشیم چه اتفاقی میفته اگر تو نقطه سی قرار داشته باشیم این رو به صلاح دوباره واسه نقطه سی حساب کنیم دلتا تتا رو دلتا تتا برای نقطه سی رابطه رو بنویسیم روند جی به روند تتا مشتق نسبت به تتامون در واقع میشه شیب به این خطمون شیب این خطمون معلومه که شیب منفیه دیگه این شیب منفیه پس این یک عبارت در واقع منفی خواهد بود آلفا هم که مثبت مصبت مثبت در منفی باز منفیه منفی که اینجا داریم تو این منفی ضرب بشه میشه یه عبارت مثبت یعنی دلتا تتا مون تو این حالت تو این حالت کل دلتا تتا مون میشه یه عبارت مثبت این عبارت مثبت با تتایی که الان داریم جمع میشه یعنی تتامون رو هل میده سمت راست وقتی هل میده سمت راست یعنی تتامون رو میده به این ور سمت نقطه بهینه باز تو این نقطه هم بس به نظر تو تمام نقاطی که این همشون همش شیبش منفیه تو همه این نقاط هم داره درست رفتار میکنه تو این درست رفتار میکنه تو خود نقطه بهینهمون چه اتفاقی میفته تو نقطه ای که تو نقطه بیمون چه اتفاقی میفته تو نقطه بیمون دلتا تتامون رو اگر بیایم حساب بکنیم روند جی به روند تتا این مشتقه میشه برابر با صفر خب تو نقطه بهینه هست دیگه تو نقطه بهینه مشترق میشه برابر با صفر در واقع تتامون آپدیت نمیکنه دلتا تتامون صفر شده تو تتامون رو تو همون مقدار نگه میداره ما هم دنبال این بودیم تو نقطه بهینه دنبال این نیستیم که در واقع این رو یک مثلا تغییر بدیم پس داره درست رفتار میکنه این یک اثبات شهودیه که چرا داره گرادیان کاهشی درست رفتار میکنه اما تو این در واقع یه سری گرادیان کاهشی یه سری نکاتی داره که باید بهش توجه بکنیم نکاتش در واقع یکی از نکاتش مربوط به آلفا یا نرخ آموزشمونه نرخ آموزشمون رو معمولا در واقع گفتم در حد صدم هزارم در نظر میگم ولی نکته ای که باید نسبت بهش در واقع توجه بکنیم آلفا اصولا اگر به اصطلاح بیش از حد بزرگ تعیین بشه اگر آلفا بیش از حد بزرگ تعیین بشه باع... باعث واگرایی میشه آلفا به نوعی گام حرکتی مون رو داره نشون میده در واقع گام حرکتی این داره جهت حرکت رو این قسمت مشتقگیری داره نشون میده آلفا گام حرکت رو داره نشون میده اگر بیش از حد بزرگ باشه ممکن ما نقطه در واقع بهین حل نقطه بهینه در واقع نوسان داشته باشه یعنی گاممون بزرگ باشه این نقطه بهینه رو رد بکنیم باعث واگرایی الگوریتممون بشه اگر بیش از حد کوچیک باشه باعث کندی الگوریتم میشه دیگه چون خیلی طول میکشه که تا به این نقطه برسه پس در واقع آلفا با در واقع با خطا یک عددی باید در نظر گرفته بشه که معمولا نه خیلی بزرگ باشه نه خیلی کوچیک باشه و معمولا روتینش اینه که در حد صدم هزارم در نظر میگیرم مثلا یک صدوم دو صدوم سه صدوم یا یا یک هزارم دو هزارم سه هزارم آلفا رو در نظر میگیرم اما نحوه اعمال گرادیان کاهشیمون به دیتا هامون به چه صورت خواهد بود نحوه اعمال به این صورته که ما همیشه گفتیم یک مجموعه ای داریم که بهش میگیم مجموعه آموزشی یعنی جواب درست رو به ازای اونها میدونیم بهش میگن ترین ست مجموعه آموزشیمون این مجموعه آموزشیمون در واقع با استفاده از این مجموعه آموزشی ما میتونیم رو تعیین بکنیم ما اول که خب تتاهامون رو مقدارش رو نمیدونیم تتاها رو به صورت در واقع رندوملی تعیین کردیم خب اول بس شروع الگوریتم با یه سری تتای رندوملیه اولا دقت باید بکنیم که روش گرادیان کاهشی یک روش ایتراتیو یعنی تکراریه یعنی اینجوری نیست که ما یه هویی تتاب رو به دست بیاریم تتاب هینه رو در واقع توی حلقه ای می میندازیم که در واقع تو اون حلقه یاد میگیره که در واقع این یادگیری به تدریج یک هوی نیست که از روی مجموعه دیتاهای آموزشی مونه طبیعتا وقتی تتاها رندوم تعیین شدن هر کدوم از این تتاها در واقع وقتی رندوم تعیین شدن هر کدوم از این مجموعه آموزشی رو با اون تتا بدیم یه خطایی ایجاد میکنه دیگه هنی هر کدوم از اون سمپل هامون یه خطایی دارن با توجه به اینکه اینا رندوم تعیین شدن ما برای اعمال گرادیان کاهشی به مجموعه آموزشیمون سه تا در واقع با دیتا, دیتا سه ست تا روی کرد با سه تا رول کرد نگاه میکنیم یه روی کرد که بهش میگن در واقع روی کرد بچ یه روی کرد بهش میگن استوکاستیک گرادیان دیسنت استوکاستیک یه روی کردم در واقع روی کرد مینی بچ تو روی کرده در واقع بچ فرض بر اینه که این خب ما گفتیم که ما مثلا فرض کنید تو مثالی که در واقع راجع به خونه داشتیم فرض کردیم که هزار تا خونه داریم هزار تا خونه قیمتش رو میدونیم تو این هزار تا خونه ای که اگر مجموع آموزشیمون هزار تا داشته باشه با اون تتاهای رندوم هزار تا در واقع خطا به دست میاد این هزار تا خطا رو تو این فرمول تا به هزینه رو میذاریم فرمولی که برای جی داشتیم سیگمامون روی در واقع هزار تا بود تا هزینه رو محاسبه میکنیم بعد میایم تو گرادیان کاهشی قرار میدیم پارامترمون رو آپدیت میکنیم میریم تکرار بعدی اصطلاحا به این کار میگن یک ایپاک در واقع وقتی که یعنی یک ایپاک طی شده یعنی اینکه وقتی که تمام دیتاهای آموزشیمون رو یک بار الگوریتم آموزشیمون ببینه یک ایپا... ایپاک یک تکرار طی شده بعد تکرار بعدی تتاهای جدید رو که در واقع آخر اون ایپاکه که کل اون هزار تا خطاهای هزار تا رو به دست آوردیم یه جا از روش از روی تابه هزینه تتامون رو به دست میاریم تتای جدیدمون رو به دست میاریم میریم تکرار بعدی تکرار بعدی دوباره دیتا رو از اول در واقع دونه دونه میدیم با تتاهای جدید دوباره خطا رو به دست میاریم دوباره هزار تا دیتا رو که کامل دیدیم تکرار دوم تموم میشه تا به هزینه رو داریم از رو تا به هزینه میایم تتا جدید رو حساب میکنیم میریم تکرار بعد این میشه روش بچ یعنی روش اصطلاحا دستی روش استوکاستیک گرادیان که خیلی در واقع به اصطلاح میگن اس روشیه که تو این به ازای هر دیتا یک دونه سمپلمون میایم تتای جدید رو حساب میکنیم یعنی وای نمیستیم که همه اون هزار تا به اصطلاح هزار تا دیتا آموزشی رو الگوریتممون ببینه بعد بیایم تتای جدید حساب بکنیم یه دیتا آموزشی رو که دید تتای جدید رو حساب میکنه و دیتا اون جدید رو به دیتا بعدی اعمال میکنه و به همین ترتیب دیتا دوم سامپل دوم که اومد تتا آخرش تتای جدید حساب میشه و تتا جدید به دیتا سوم در واقع تو این حالت اون سیگما که توی در واقع تا به هزینه داشتیم هست میشه یعنی به هزینه رو داریم به ازای هر دیتا تتامون رو به ازای هر یه دونه دیتا آپدیت میکنیم طبیعتا خب این تعداد آپدیت هایی که توی روش SCD به دست میاد خیلی بیشتره اصولا خب این چون زمانبر میشه روش SGD که چون تعداد آف دیتا به ایزای هر دیتا داره در واقع تعداد جدید رو حساب میکنه زمانبر میشه امروزه تو مخصوصا تو دیتا های زیاد معمولا از روش مینی بچ استفاده میکنه اگر دیتای زیاد داشته باشه مینی بچ چیه مینی بچ اومده از خاصیت هر دوی اینها استفاده کرده یعنی میاد دیتا همونو مثلا اگر شما هزار تا دیتا داری این هزار تا رو تبدیل میکنیم مثلا به پنجاه تا دیتای های بسلا بیستایی یا بیست تا دیتای مثلا پنجاه تایی میگی آقا هر بسلا پنجاه تا دیتا رو که دیدی تتای جدید رو آپدیت کن که خیلی وقتگیر نشه این یعنی هم خصلت اینو داشته باشه هم خصلت این رو داشته باشه و این الان مخصوصا تو دیتا هایی که تو مثلا داده های زیاد داشته باشیم خیلی بیشتر سراغ این روش میرن روش استوکاستیک گرادیان که به اختصار اس هم میگن یه ویژگیش که اینو خیلی خاص کرده آنلاین بودن روششه یعنی چی یعنی اینکه ما لازم نیست که در واقع تتامون هر لحظه داره آپدیت ب... میشه دیگه هر لحظه به هر دیتا آپدیت میشه لازم نیست که وایستیم تا در واقع یه دور تمام دیتا رو ببینه تتامون آپدیت روشش آنلاین آنلاین به روز در واقع به هنگامه روش بچ ولی یک روش آفلاین یعنی وای میسته یه دور تمام دیتا ها رو میبینه بعد میره در واقع تتا رو آپدیت میکنه این هم تفاوت در واقع روش های مختلفی که توی گرادیان کاهشی برای اعمال گرادیان کاهشی روی دیتاهای آموزشی خواهیم داشت